فسخلیا حواستون به روبروتون باشه، زود باشین. میخوام یه چیزی بگم رحمت. باید حتما زود بری خونه، نمیشه با هم بریم یه دوری بزنیم؟ بذار این جغلا رو برسونیم خونه، بعدش یه کاری میکنیم. یه کار جدید جور شده، چند تا امتحان دیگه در راهه، پولای بیشتری به جیب میزنیم. یه جورایی شدی مدیر برنامه ما. تموم شد؟ انقدر زود؟ به خوشگی شانس. مجده بچه ها رو بردار ببر خونه. چی شد رحمت؟ استاد امتحان اون روزی هست، اومده شهر درست کنه. بریم بچه ها. پسر جون بیا اینجا ببینم. پسر جون برم پیش پلیس. بیا بریم با هم حرف بزنیم. فقط تو رو کم داشتیم. بچه شما جلو جلو برین، منم میام. مجده، 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 با تو هم مجده. وایسا ببینم، نمیشنوی صدات میکنم. دستم رو ول کن، پلیس صدا میکنم. خیلی خوب، منو ببین مجده. میدونم شبانه روز با پسرهای همش به گوشم میرسه. الان هم نوبت پسر اون فکریه بی همه چیزه. آره؟ آره. که چی؟ خجالت بکش دختر، حیا کن، حق نداری باش بگردی. مادرت به قدر کافی اعصابمو خورد میکنه، تو یکی دیگه بس کن. شنیدی چی گفتم؟ میگردم. تو خیلی غلط میکنی فرد پریده. چه فکر کردی؟ فکر کردی من سیب زمینیم؟ بلای جونم شده. وقتی با اون سرعت برگر رو دادی توجه هم جلب شد. بعد دیدم دانش آموزی که امتحان داده همون دانش آموز همیشگی نیست. چجوری فهمیدین پسر خودش گفت؟ آره خب، از ترس اینکه اخراج نشه اسمتو گفت و همینطور مدرسه‌تو. فکر میکردم بزرگ باشی. وقتی فهمیدم دبیرستانی هستی تعجب کردم. حالا از من چی میخوای؟ ببین رحمت، میتونم توسط فیلم‌های دوربین‌های مداربسته مدرسه دستتو رو کنم و به جرم استفاده از کارشناسای یکی دیگه بندازمت زندان. باشه بندازینم زندان. حالا اومدین چی بگین؟ منظورتون رو نمی‌فهمم. معلومه که پسر خیلی باهوش هستی. اگه اینجوری پیش بری زحماتت هدر میره. زحماتم هدر میره؟ من حیف میشم. اینا به شما چه ربطی داره؟ رحمت، منم وقتی هم سن تو بودم از این کارا میکردم. اگه اون وقتا استادم راهنمایی نمیکرد خدا میدونه الان کجا بودم. شاید به جرم دزدی تو زندان بودم. شاید چون اون موقع یکی کمکتون کرده، الان شما هم میخواید به من کمک کنید. فردا بیا دانشگاه ببینم چه بورسیه‌ای رو راحت تر میتونم برات بگیرم. اینجوری میتونی زودتر تکلیف آینده‌ت رو روشن کنی. به این حرفام خوب فکر کن. باشه. آقا جمیل برو تو ببینم. خیر باشه آقا، چه خبر شده؟ چون یه کار کوچیک باهات دارم. باشه آقا بفرما. حاضر شو، باید بریم کلانتری دوباره حرفتو بزنیم.
چرا داداش؟ قبلیه اشکالش چی بود؟ کشش نده، قبلیه به درد نمیخوره. این بار باید اسم بارشو بگی، باید رسما لوش بدی. اون وقت میتونیم تست دی ان ای بگیریم. همین اگه نیای نمیشه. نه آقا جمی، نمیتونم رسما لو بدم. اسمم همه جا پخش میشه. دیگه هیچ کس باهم کار نمیکنه. هیچ کی تو رومم نگاه نمیکنه. تو چی میگی مرتی که؟ از کدوم کار حرف میزنی؟ چه مرگت شده؟ حاضر شو باید بری. نه نمیتونم اسم بارشو بیارم. خودمو به خطر بندازم؟ تو چی داری میگی؟ اون هر جا بره بره ته جهنم، منم میرم. اونو نمیگیریم منو ول کنین. ببخشید ولی انقدر دیگه عقلم میرسه داداش. منو مسخره کردی جنگ؟ تا الان میگفتی همکاری میکنی، پس یهو چی شد؟ رابی و باید بریم کلانتری، حرف بی خودی هم نزن. گفتی مدرک آوردم، گفتی محل دوستی ردیف کردم، یعنی بیشتر کارا از من بوده، بقیهش با خودت شرمندم. باشه خود دانی جناب جنگ خان، خودت گور خودتو کندی. از این به بعد از من توقع کمک نداشته باش. مارتی که عوضی. مامان. بگو مامان جون. چی بخوری؟ هنوز هیچ فکری برای نهار نکردم عزیزم. مامان گشنمه. به وقتش یه چیزی میخوریم باشه؟ باشه؟ او قربونت برم. اگه حوصله‌ت سر رفته بیا برات کارتون بذارم. بیا. کارتون بذار. فیلیس برات کارتون نمیذاره پسرم؟ نمیذاره. خواهرتو ولش کن. دیگه مامان اومده، هر چی بخوای بهت میده. هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی پسرم. شیما درو باز کن، باید حرف بزنیم. به خدا اومدم حرف بزنم، باز کن. باشه. کاریت ندارم، درو باز کن حرف بزنیم. شیما درو باز کن، به خدا اومدم حرف بزنیم، بیا درو باز کن. شیما با تو هم، بیا درو باز کن. از اینجا برو. شیما درو باز کن، میخوام در مورد مژده با حرف بزنم. گفتم از اینجا برو. زنه حسابی درو باز کن، میگم اومدم در مورد بچه حرف بزنم. درو باز کن، باز کن میگم. برو، نمیتونی بیای توی خونه. برو. پناه بر خدا درو باز کن زن، باید در مورد بچه، در مورد مژده حرف بزنیم. باز کن میگم. برو، اگه آقا فکری بیاد حسابتو میذاری کف دستتا. برو. آقا فکری کدومه؟ آقا فکری خونشه، پیش زنشه، فقط تو خبر نداری، همه محل میدونن. باز کن. چرا حرف گوش نمیدی؟ میگم به خدا اومدم در مورد مژده یه چیزی بگم. باز کن شیما، باز کن دیگه، درو باز کن دیگه شیما. ای بابا، یک ساعت طول کشیده باز کنه. ای بابا. چی شده؟ از مدرسه؟ نه، مدرسه مدرسه نیست. پس چی شده؟ منو ببین شیما، اسم این دختر سر زبونه افتاده، یه وقت یه بلایی سرش میارم که بد میشه ها. تو چی میگی هاشه؟ چیو چی میگم؟ عکساش با پسرها همه اینترنتو برداشته، خجالتم نمیکشه. اون رحمت به سر مرتی که فکری دیدی که با اون عکس گرفته گذاشته تو اینترنت. دختره درست شده کپی تو، همش تقصیر توه. التماست میکنم اینجوری نگو. چیو اینجوری نگم؟ پس چه جوری بگم؟ مگه تو مرد غریبه رو نیاوردی تو خونه ها؟ دخترت هم به تو نگاه میکنه دیگه. اینجوری نگو. منو ببین، وسایل این دخترها رو جمع میکنی میفرستمش روستا. میفرستمش روستا. روستا؟ آره روستا، بره روستا، بلکه عقلش بیاد سر جاش. من از بس شما بر نمیام. دختر من بره روستا چیکار کنم؟ من نمیدونم هر کاری میخواد بکنه. چی میگه؟ آه بفرما، تحویل بگیر خانم. خانم ها تشریف آوردن. این حرفا چیه میزنی؟ منو ببین، باید بری روستا. نه تو ببین، من نمیرم روستا. مامان یه چیزی بهش بگو. آه نمیری، چون اگه بری دیگه نمیتونی صبح تا شب با پسرها عشق حال کنی. نه باشه، تو رو خدا اینجوری نگو. مامان یه چیزی بگو دیگه، یه کاری بکن. نمیبینی چی داره به همون میگه؟ مجده من، ببین مجده، 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 جفتتونم دیوونه.
ازتون متنفرم. پس اینا کجا موندن؟ یعنی اسمت چی کار میکنه؟ آفرین به پسر عاقل من، اصلا مامانش رو اذیت نمیکنه. مامان پی پی. چی؟ پی پی. پی پی کردی پسرم؟ آره. بیا بریم ببینیم پوشکت کجاست. اسمت، پوشکت کجاست؟ نمیدونم. اسمت، پوشکت کجاست؟ پی پی. پسرم، پوشکت کجاست؟ چی شده ماما؟ نتونستم پوشک اسمت رو پیدا کنم. زیر تختشه. عوضش کنم. نگران نباش، عادت میکنی. خوش اومدی پسرم. در زدنم که بلد نیستی پسرم، یکم حرف بزنی. در مورد چی؟ نمیدونم، در مورد همه چی. دوست دارم همه چی رو در موردت بدونم. چی کارا میکنی؟ مدرسه چطوره؟ دوست دختر داری یا نه؟ همه چیزو. اصلا چیزی هم هست که در مورد من بدونی؟ بیا شروع کنیم. من رحمتم. ببخشید، فکر کنم روز تولدم بودی نه؟ پسرم اینجوری نکن. من خیلی دلم برات تنگ شده. همیشه به فکرت بودم رحمت، شبانه روز به فکرت بودم. معذرت میخوام که اذیتت کردم. خواهش میکنم یه شانس دیگه بهم بده. میدونی هر وقت دلت میخواد بیای چی کار کن؟ نیا. رسمن گن زدی به زندگیمون رفتی. الانم میشه لطفا بری بیرون؟ سلام سلام، مامانتون کجاست؟ چیه؟ یه لحظه بیا اینجا. چرا اومدی؟ آبرو ریزی صبحت کافی نبود؟ صبح؟ آره خب صبح تو فکرم رو ریختی به هم، یادم رفت برای چی اومده بودم، دوباره برگشتم بگم. باشه، هرچی میخوای بگی بگو. حاضر شو باست بریم پیش سامهتون، کاری که باست بکنیم و بکنیم. قراری که گذاشتیم و یادت رفت امضا رو. نظرم به کل عوض شد. چی؟
نظرم عوض شد یعنی چی؟ پرت و پلا نگو. تو باید امضا کنی. چه امضایی؟ گفتم که میخوام اسمتو بگیرم. یه دوستی دارم، بهش گفتم از طرف من با وکیل حرف بزنه. باید امضا بدی که نتونی اسمتو ازم بگیری، برای حضانتش. اول تو باید اون امضا رو بدی. خیلی خوب باشه، فکر کردم چی میخوای بگی. باشه باشه، فردا صبح با هم میریم، هر امضایی بخوای میدم، تمام بشه بره. خوبه، با وکیل حرف میزنم، بهت خبر میدم. تا وقتی هم انجام نشده همینجا هستم. این دیگه کیه؟ آها باریش، چه خبر؟ سلامتی. نمیخوای بگی بیام تو؟ البته بیا، خوش اومدی. زیاد نمیمونم، یه چیزی میدم میرم. به چی میخندی؟ از اینکه تعارف نکردم بیای خونه خودت خندم گرفته. ببین، برای آخرین بار میگم، اینجا خونه توه، هر کیو خواستی را میدی، هر کیو نخواستی را نمیدی. باشه؟ خب چی میخواستی بهم بگی؟ بیا. این چیه؟ گوشی قبلی من. من خودم گوشی دارم. میدونم گوشی داری. فرض کن این تلفن خونه است. مال خودتو بده به بچه‌ها، باشون در تماس باشی. آها. از اون لحاظ. ولی تا وقتی مامانم بره. باشه. تا وقتی مامانت بره. ممنون. قابلی نداره. این دیگه کیه؟ رحمت. فیلیس. این چه خبر؟ سلامتی. خوش اومدی رحمت. سلامت باشی باریش. مبارک باشه. مرسی قربونت. ببینم چیزه، تو چجوری یهو خونه خریدی؟ میشه گفت یه جورایی قسمت شد. خب باید در مورد یه چیزی با تو حرف بزنم. خیلی خوب، اتفاقا منم داشتم میرفتم. راحت حرف بزنیم. فعلا خدافظ. خدافظ. برو بشی. بارش اومده بود گوشیشو بده به من. آها. برای این که تا وقتی مامان بره با هم در تماس باشیم، منم گوشیمو میدم به تو. میگم میشه منم اینجا بمونم؟ کاش میشد رحمت، ولی تو باید حواست به مامان باشه، خونه رو آتیش نزنه، بچه ها رو اذیت نکنه. آره. خب تعریف کن. بابا میخواد حضانت اسمتو بده به مامان. چه حضانتی؟ اینجوری میگفتن، منم از تو اتاق شنیدم. اونا که هنوز زن و شوهرن. زن و شوهرن دیگه، ولی میگفت این کاغذ رو امضا کنی، منم امضا میکنم. بابام قبول کردش. قبول کرد؟ آره. پاشو. ها؟ پاشو. فیلیز گوشیت. من اومدم تو ترمینال، منتظرتم. من نمیام طوفان، تموم شد. دیوونه بازی در نیار، منتظرتم. بیا دیگه طولای، بیا.
وسیله از جنس کاغذ یا فلز که توسط دولت تولید می شود و روی آن اشکال مختلفی چاپ می شود. پول دیگه پسر. تو چی کار کردی؟ عجبا اینجام راحت هم نمیذارینه. چرا این عجل معلق خراب شدی رو سرم؟ میخوای حضانت اسمتو بدی؟ آه اون؟ آره اون. میخوای بری برای حضانت اسمت امضا بدی بچه رو بدی بره؟ فقط همین یه کار رو نکردی دیگه. منو ببین، اگه همچین کاری بکنی اون زنه بچه رو برمیداره میره، هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم. به خودت بیا. من برای اینکه اون راضی بشه اینجوری گفتم. آها نمیخوای بدیش؟ چرا میدمش، ولی اون نمیتونه نگهش داره، دو روز بعد میاره پسش میده. خدایا کمک کن آروم باشم. آروم باشین، برش میگردونه، نمیتونه نگهش داره. اتفاقا مسئله همینجاست، آدم سگ و گربرم نمیتونه ول کنه چون بهش عادت میکنن. این که حالا یه بچه است. باشه رحمت. چی باشه آخه؟ شما زندگی ما رو نابود کردین، حواستون هست؟ هر وقت دلتون خواست اومدین رفتین، ما به خاطر شما حتی بچگی هم نکردیم، به هیچ کس نتونستیم اعتماد کنیم. گفتیم پدر و مادرمون با همون اینجوری میکنن، خدا میدونه غریبه ها چی کار میکنن. ما رو بدبخت کردین، حالا نوبت اسمته ها؟ اون بچه رو نمیتونین نابود کنین، فهمیدین؟ دست از سرمون برداریم بابا، به خدا ما گناه داریم، داریم سعی میکنیم بتونیم زندگی کنیم. چیه بابا؟ رحمت، رحمت، حالت خوبه عزیزم؟ آبجی مگه اینا میذارن خوب باشی؟ از دستشون خسته شدم، درسته به همه چی میخندم، سعی میکنم بروم نیارم، منم تا یه حدی طاقت دارم آبجی، مغزم داره میترکه. حق داری عزیزم، چی بگم؟ فیلیز من تا حالا تنهات گذاشتم؟ مگه میشه؟ مثل بابا تنهات گذاشتم؟ این حرفا چیه؟ چرن نگو. ولی دعوا کردن با اونا کار منه، جنگیدن باهاشون کار منه. تو باید درس بخونی، تنها کارت همینه، به زندگیت برس، حلش میکنم. باشه اینم میگذره، برو خونه رحمت. اصلا دلم نمیخواد برم خونه. نمیشه، بچه ها حتی حکمت هم بهت احتیاج داره. میخوای با مامان تنهاشون بذاری؟ اینم بگیر تا یادم نرفته. کجایی دخترم؟ کجایی مشته؟ مشته؟ زود باش دختر، خسته شدم. چی کار کنم؟ گوشیم زنگ خورد. بیای. درست بوس کن قشنگ. ببینم چجوری شد. اینو برام بفرست. بعدن براتون میفرستم. کجا مجده؟ سلام چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ منم خوبم. میای سلفی بگیریم؟ سلفی؟ اشکالی داره؟ نه چه اشکالی؟ وای این دیگه چی بود؟ هیچی، جسته. بعدا میبینم. وای ببینم کجا؟ کار دارم فعلا، خدافظ. برو به سلامت. اینم دیوونه است، عجب کارایی میکنه. خیلی ممنونم آقا. طوفان، الو طوفان چی کار کردی؟ فلیز
هیچی، منتظر طولایم. حرف زدین داره میاد؟ عالیه. والا نمیدونم میاد یا نه، من منتظرشم اینجا نشستم. یعنی چی؟ بهش زنگ زدی گفتی اونجایی؟ آره میدونه، بهش گفتم. خب پس 100% میاد. فقط جایی نریا. فلیس، مطمئنی میاد؟ آره بابا، اون بدون تو طاقت نمیاره. نمیدونم فلیس، خدا کنه. مزاحمت نمیشم، خبری شد زنگ بهت میزنم. باشه باشه، حتما زنگ بزن. فعلا خدافظ. آه مرسی آقا اسماعیل، بفرمایید. عزیزم چی کار میکنین؟ شامتونو خوردین؟ نه هنوز نخوردیم خواهری. برای چی الان که خیلی دیره؟ آخه ماما یکم سرش درد میکرد، برای همین خوابید. ما منتظرشیم بیدار بشه. گشنمه. یه لحظه اسم. خیلی گشنم شده. صدای اسمته؟ گشنمه. خب گوشی رو بده داداش رحمت گیلاس. داداش رحمت نیست، گوشی رو داد به من، رفت پیش دوستاش. باشه سب کنین من الان میام. باشه. آبجی چی میگه؟ داره میاد. آخ جون. خوش اومدی خواهری. خوش اومدی. مرسی عزیزم. اسمت جونم، عشق من. واه تلویزیون چرا روشنه؟ مشقاتون رو نوشتی؟ چیزه خواهری، این تموم بشه خاموشش میکنیم. نه خیر نمیشه. بس. فلیس چی کار میکنی دخترم؟ میخوام برای بچه ها شام درست کنم. خودم درست میکنم. کی؟ نصف شب؟ دخترم 2 دقیقه دراز کشیدم، چرا شلوغش میکنی؟ این بچه ها مدرسه دارن، متوجهی؟ نمیتونن صبر کنن جنابالی بخوابی پاشی. خیلی خوب ولش کن، خودم درست میکنم. میشه ولش کنی؟ نمیتونم ول کنم، برو کنار. اینجا خونه منم هست، اینجا آشپزخونه منم هست. چه جالب. پیازو من خریدم، این قابلمه رو من خریدم، پول گازم من دادم، ماکارونی رو من خریدم. تو چی کار کردی؟ ها پس برو کنار بذار غذامو درست کنم. باشه حق با توه، هرچی بگی حق داری، ولی اونا بچه های تو نیستن، تو مادر اونا نیستی فیلیس. اینو تازه یادت افتاده؟ پس برای چی سپردیشون به منو رفتی؟ تو میدونستم میتونم بهت اعتماد کنم، میدونستم از پس این کار بر میای. اما من نمیدونستم، میترسیدم زیر این بار له بشم، ولی بالاخره موفق شدم. الانم ول کن بذار برای بچه ها غذا درست کنم مثل شبای دیگه. باشه من چی کار کنم؟ برو بگیر بشین، تو مهمونی. ببخشید
شب بخیر باریش. شب شما هم بخیر سرکار. خیر باشه. مشکلی پیش اومده؟ نه بابا، چه مشکلی میخواد پیش بیاد؟ شنیدم خونه خریدی. اومدم به تبریک بگم. آها، این خونه. خبر زود میرسه. محله ما خیلی کوچیکه. مردم خیلی زود از همه چی با خبر میشن. بگذریم. به محلمون خوش اومدی. خیلی ممنون. سلامت باشی. فعلا. فلیزم اومده پیشت؟ آره، فعلا فلیز اینجاست. من فقط گاهی سر میزنم که اگه چیزی میخواد. من برای چی دارم اینا رو به شما میگم؟ از نظر شما مشکلی پیش میاد اگه فلیز اینجا باشه؟ نه، چه مشکلی بخواد پیش بیاد. شبت بخیر، خدا نگهدار. شب بخیر. ببخشید باریش، یه لحظه. بفرمی. نزدیک بود یه چیز مهم رو یادم بره. یه لحظه میام. برای چی؟ بیا بیا. اینا مال تو نه؟ این چه سوالیه میپرسم؟ خب معلومه که نمیگی آره مال منن. چی شده بارش خان؟ مثل همیشه بلبل زبونی نمی کنی. حالا یه قراری با هم دیگه می سریم. اون وقت چه قراری؟ تو گورتو گم می کنی و از این محله میری. منم دستگیرت نمی کنم. نظرت چیه؟ به نظر من که توافق خوبیه. منو به چه جرمی متهم می کنی؟ میشه بگی چه مدرکی ازم داری؟ خودت هم خیلی خوب می دونی که اینا مال تو هم.
به یه جرم ساختگی میندازمت بازداشتگاه، بعد ازت تست دی ان ای میگیری، بعد مشخص میشه اینا مال تو هن. پس زیاد خوشخیال نباش. اما من این کارو نمیکنم. به جای این کار یه فرصت دیگه بهت میدم. تو هم دومتو میذاری روی کولتو میذاری و میری، اما به فریز هیچی نمیگی. یه جوری میذاری میری که انگار هیچ وقت توی زندگیش نبودی. وگرنه؟ وگرنه بازداشتت میکنم. فریز هم همه چیو میفهمه. فردا این ورا نبینمت. باشه. راستی چه بد، بی خودی پول دادی خونه خریدی، کاش یکم صبر میکردی. بعد بگذاری قسمت دیگه. پلیس به این فضولی ندیده بودیم که دیدیم. ای وای فلیس. سلام باریش، اینجا چی کار میکنی؟ چیزه، یه چیزایی برات خریدم. کاش هیچی نمی خریدی. نه بابا، چیز خیلی خاصی نخریدم، چایی و بیسکویت و اینجور چیز هست. نمیخواد فکرشو بکنی. دست درد نکنه. اینا رو بگیر، منم میرم فلیس. کجا میری؟ یه لحظه صبر کن منم بیام. بریم یه دوری بزنیم، خیلی حوصله‌ام سر رفته. مشته بی دخترم غذا حاضره. نمیخورم. مامان جون نمیشه که گرسنه بمونی، بیا غذا حاضره. مامان گفتم که نمیخورم، کار مهمتری دارم. چی کار میکنی مامان؟ تو اتاق خودم هم آرامش ندارم. چی کار کنم؟ خودت آدم رو مجبور میکنی. از وقتی اومدی چپیدی تو اتاق، نیومدی بیرون، نه چیزی میخوری نه حرف میزنی. اینجوری که نمیشه دخترم. چی میخوای مامان؟ من فقط میخوام تو خوشحال باشی، چیز دیگه ای نمیخوام. میخوام خوشبخت باشی. میخوای خوشبخت باشم؟ آره واقعا خیلی ازت ممنونم مامان جون. تو روستا خیلی خوشبخت میشم، نه؟ هر روز صبح اونجا تخم مرغ محلی میخورم. مامان تو منو مسخره کردی؟ آقا حشمت گفت منو میخواد بفرسته روستا، تو دهن باز نکردی یک کلمه حرف بزنی. الانم اومدی میگی به فکر خوشبختی تو هم؟ میشه لطفا بری بیرون و راحتم بذاری؟ الو هاشه. چی شده زن؟ برای چی زنگ زدی؟ میخواستم یه چیزی بگم. مجده اصلا خوب نیست. نه بابا چی شده؟ اونجوری که دلش میخواست به سربازی نکرده نه؟ اینجوری نگو. ببین این دختر واقعا حالش خوب نیست. باور کن اصلا به من مربوط نیست. فردا یه خواستگار از شهرستان براش میاد، همینجا عقدشون میکنیم، بعدم با شوهرش میره زندگیشو میکنه. این قضیه هم همینجا تموم میشه میره. فهمیدی الان چی گفتم یا نه؟ فهمیدی؟ هاشم هاشم ببین اینجوری نکن، نمیشه، به خدا نمیشه، قربونت برم نمیشه. اون هنوز خیلی بچه هست، نمیشه، مدرسه داره. نه بابا، باید قبل از اینکه این غلطو رو بکنه فکرشو میکرد. قطع کن بابا، با اون عقل نصف نیمت منو نصیحت نکن، دیوونه. هاشم آخه این چه کاریه؟
باریش. من معلومه چرا خوب نیستم، ولی تو چرا خوب نیستی؟ خوبم، چیزیم نیست. چطور مگه؟ بگو عزیزم، من از قیافت میفهمم. مشکلی پیش اومده؟ باریش، میتونی همه چی رو به هم بگی؟ میدونی که فیلیس، من قشنگ معلوم از یه چیزی ناراحتی. تعریف کن چی شده؟ در مورد کاره؟ تو همه مشکلات منو میدونی، همیشه کنارمی، منم دلم میخواد کنارت باشم. بگو چی شده، مثلا چه مشکلی انقدر بزرگه؟ فلیس، نمیتونم این کارو باید بکنم. منظورت چیه؟ آره یه چیزی هست، یه چیزی هست، ولی غیر قابل حل نیست. نگران نباش، یعنی من دارم شلوغش میکنم، حتی ارزش حرف زدنم نداره، باور کن. آره لازم نیست نگران باشی. مشکل پوله؟ این اواخر خیلی خرج کردی نه؟ خونه و وسایل و اینا خریدی، رفتی زیر بار قرض. ببین اگه همچین چیزیه خودتو ناراحت نکن باشه. البته من پول ندارم، به اونایی که اسمتو دزدیدنم بدهکارم، ولی یه کاریش میکنم باشه. تو فکر این چیزا رو نکن، به فسقلیا میگم همه با هم حلش میکنی. باشه، من اگه راه حلی برای مشکلم پیدا نکردم 100% ازت کمک میگیرم. فیلیس تو چه جور فرشته‌ای هستی؟ خدا رو شکر که هستی، خوشحالم که هستی. تو، خانوادت، خواهر برادرات،